با سلام خدمت همه همراهان همیشگی همراه مکانیک. این یه ویدیوی مقایسه‌ای هست و ما قصد داریم به بررسی دو کراس اوور خانوادگی خوشنام، یعنی هیوندای وراکروز و میتسوبیشی آوتلندر در تقابل با هم بپردازیم. لطفاً تا انتها همراه ما باشید. مقایسه رو با معرفی هیوندای وراکروز شروع میکنیم. وراکروز در سال 2006 معرفی شد و با مدل 2007 به بازار اومد. شرکت هیوندای این کراس اوور فول سایز و پرفروش رو تا سال 2013 تولید کرد، ولی بعدش ترجیح داد اونو با هیوندای گراند سانتافه جایگزین کنه. گراند سانتافه در بازار ایران رسماً عرضه نشد و تنها تعدادی به مناطق آزاد راه پیدا کردن. عرضه این خودرو تو ایران از سال 2010 شروع شد و تا سال 2013 ادامه داشت و آمار فروش بسیار بالاتری رو نسبت به رقیب اصلیش یعنی کیا موهاوی ثبت کرد. اون سمت میتسوبیشی آوتلندر رو داریم که در مقایسه با وراکروز پر سابقه تره و از 2001 تا کنون در 3 نسل به بازار عرضه شده. ورود این خودرو به ایران از نسل سومش یعنی سال 2014 و توسط شرکت آریان موتور پویا بوده. میتسوبیشی آوتلندر در ابتدای حضورش تو بازار ایران با استقبال مناسبی روبرو نشد که مهمترین دلیلش چهره نه چندان جذابش بود. اما بعد از فیسلیفت سال 2016 شرایط تغییر کرد و تونست تبدیل به محبوب ترین خودروی میتسوبیشی در ایران بشه. این ژاپنی قد بلند تا سال 2018 وارد ایران شد و پس از اون به سد ممنوعیت واردات خودرو خورد و از بازار کشور خداحافظی کرد. در بحث مقایسه این دو خودرو از نظر طراحی می‌بینیم که ظاهر هیوندای وراکروز بیشتر دارای خطوط و زاویه‌های نرمه که در ترکیب با ابعاد بزرگ خودرو تعادل مناسبی برقرار کرده. البته پس از گذشت حدود 14 سال از طراحی اولیه ممکنه یکم رنگ و بوی قدیمی شدن گرفته باشه. نقطه قوت طراحی وراکروز نمای عقبشه که چراغ‌های بزرگ و زیبا در ترکیب با خروجی‌های دوگانه اگزوز و بال بالای شیشه عقب جلوه اسپورت و خشن رو به نمایش می‌ذاره. کابین وراکروز هم کماکان قابل قبوله و با وجود کلیدهای کنترلی متعدد و قطعات طرح چوب حسی از لوکس گرایی رو القا می‌کنه. تنها نقطه انتقاد برانگیز کابین طرح صفحه نشان دهنده هاست که قدیمی به نظر میرسه. در مقابل آوتلندر به عنوان یک خودروی جوانتر طبیعیه که طراحی بروزتری داره. نمای جلویی با استفاده فراوان از نوارهای کرومی در جلو پنجره، سپر و حاشیه چراغ‌ها حس لوکس بودن و قدرت رو القا میکنه و نمای عقب در عین سادگی چهره‌ای شکیل و هماهنگ رو به نمایش میذاره. اما روی طراحی نمای جانبی وقت زیادی صرف نشده و آوتلندر تو این بخش کمی ساده و جعبه ماننده. داشبورد میتسوبیشی آوتلندر به حالت راننده محور طراحی شده و اجزاش در مقایسه با اجزای داشبورد وراکروز بروزتر و جذابترن، اما باید پذیرفت که طرح خاص و نامتقارنش همه پسند نیست. به بخش مقایسه این خودرو از نظر مشخصات فنی رسیدیم. وراکروز با یه پیشرانه 6 سیلندر 3.8 لیتری تنفس طبیعی در بازار کشور ما عرضه شده که حداکثر قدرت 260 اسب بخار و حداکثر گشتاور 348 نیوتن متر رو تولید میکنه و با اتصال به یه گیربکس 6 سرعته اتوماتیک نیروش رو به هر دو محور این کره قد بلند انتقال میده. مصرف سوخت ترکیبی وراکروز 11.5 لیتر و شتابش هم 8.5 ثانیه است. آوتلندر هم با یه پیشانه 2.4 لیتری تنفس طبیعی، حداکثر قدرت 168 اسب بخار و حداکثر گشتاور 222 نیوتن متر رو تولید میکنه و نیروش رو از طریق یک گیربکس اتوماتیک CVT و سیستم چهارچرخ متحرک یا 4WD روانه هر دو محور آوتلندر میکنه. مصرف سوخت این خودرو 9.3 لیتر و شتابش هم 10.8 ثانیه است. در بخش جذاب مقایسه خودروها از نظر امکانات رفاهی می‌بینیم که وراکروز فول آپشن در مقام یک خودروی نسبتاً قدیمی امکانات رفاهی بسیار خوبی داره و حتی در برخی موارد مثل تهویه مطبوع جداگانه برای سرنشینان عقب، سردکن صندلی راننده و تنظیم برقی صندلی سرنشین جلو نسبت به رقیب ژاپنی جوان‌ترش برتره. از سایر آپشن‌های جذاب این خودرو میتونیم به سنسور پارک عقب، سنسور باد لاستیک،
ورود بدون کلید، ترمز پارک پدالی، کروز کنترل، سانروف، دوربین دید عقب، درب صندوق بار برقی، سنسور باران، سنسور برقی ستون فرمان و کول باکس اشاره کرد. فولترین تیپ آوتلندر تیپ 5 هست که از سال 2017 توسط شرکت آریان موتور عرضه شده و دارای امکاناتی مثل دوربین 360 درجه، سنسور پارک جلو، گرم کن غربیلک فرمان، ترمز پارک برقی، مجهز به اوتو هولد، آنتن کوسه‌ای و شیشه های عقب دودی هست که در دو تیپ دیگه موجود نیستند. کیلس استارتر، سانروف، کروز کنترل، سنسور باران، شیفترهای تعویض دنده پشت فرمان، سنسور پارک عقب و سنسور باد لاستیک هم بعضی دیگه از آپشن های آوتلندر رو تشکیل میدن. در مقایسه ایمنی هیوندای وراکروز و میتسوبیشی آوتلندر میبینیم که وراکروز با وجود سیستم های کنترل پایداری، کنترل کشش، 6 ایربگ، ترمز ضد قفل، توزیع الکترونیکی نیروی ترمز و ترمز کمکی نسبت به سال تولیدش وضعیت ایمنی بسیار خوبی داره. اما طبیعیه که آوتلندر به عنوان یک خودروی جدیدتر تجهیزات ایمنی بیشتری مثل ایربگ محافظ زانوی راننده، ترمز اضطراری و سیستم کنترل شتاب ناگهانی همراه داشته باشه. آوتلندر 5 ستاره ایمنی رو از یورو انکپ و وراکروز 5 ستاره ایمنی رو از مؤسسه آمریکایی NHTSA دریافت کردند. در مقایسه تجربه رانندگی این خودروها در زمینه فضای کابین و نرمی سواری می‌بینیم که هر دو خودرو وضعیت مناسبی دارن. البته صندلی‌های هیوندای وراکروز راحت‌ترن. از نظر شتابگیری و لذت رانندگی هم هیوندای وراکروز با پیشرانه 6 سیلندر قدرتمندش جایی برای عرض اندام میتسوبیشی آوتلندر 4 سیلندر نمیذاره. نکته شاخص در عملکرد فنی میتسوبیشی آوتلندر هم هندلینگ بسیار خوبشه که در پیمایش جاده های پرپیچ و خم حس اطمینان مناسبی فراهم میکنه. اگر بخوایم شرایط بازار این دو خودرو رو بررسی کنیم میبینیم که وضعیت بازار فروش هیوندای وراکروز و میتسوبیشی آوتلندر متوسط رو به بالاست. شاید نتونیم این دو خودرو رو به پول نقد تشبیه کنیم، اما قطعاً روی دست مالک هم نمیمونن. وضعیت گستردگی خدمات پس از فروش و فراوانی قطعات یدکی هر دو خودرو مناسبه و البته قطعات یدکی آوتلندر معمولاً قیمت مناسب‌تری دارن. برای جمع‌بندی این مقایسه باید بگیم که وراکروز در فاکتورهای عملکرد فنی، لذت رانندگی و نرمی سواری برتره و در مقابل بروز بودن طراحی، ایمنی، مصرف سوخت و استهلاک عواملی هستند که آوتلندر رو از رقیب پیش میندازن. ممنون که تا انتها همراه ما بودین. انتخاب شما بین این دو خودرو کدومه؟ نظراتتون رو برامون کامنت کنید.